چقدر میتونیم مطمئن باشیم که چشمای ما دنیا رو دقیقا همون جوری که هست به ما نشون میده وقتی که من و شما هر دومون به یه منظره نگاه میکنیم اون تصویری که تو مغز من ساخته میشه با اون تصویری که تو مغز شما ساخته میشه دقیقا یکیه برای اینکه ببینیم سیستم بینایی ما چه خطاهایی میتونه داشته باشه یه موضوع جالب رو با هم بررسی میکنیم به نام توهمات اپتیکی یا اسمی که توی فارسی رایشتره خطای دید پس اگه دوست دارید بدونید چی باعث میشه که این خطای دید اتفاق بیفته و چشمای ما چیزی رو ببینه که واقعا وجود نداره تا آخر ویدیو با من باشید این انیمیشن ساده رو ببینید سعی کنید فقط به این نقطه سیاهی که سمت چپه خیره بشید وقتی که فقط به این نقطه نگاه می کنید متوجه میشید که اون جسم سمت راست به صورت اوریب یا کج حرکت میکنه ولی ما دچار یه خطای دید شدیم در واقع کاملا عمودی داره حرکت میکنه امتحانش خیلی ساده است من این خط عمودی میذارم کنارش تا ببینید که دقیقا عمودی داره بالا پایین میشه چیزی که ما رو به اشتباه انداخته و باعث شده فکر کنیم کج داره حرکت میکنه اون قسمت های سیاه و سفید داخلشه که پشت سر هم عوض میشن اما چطوری همچین چیزی داره ذهن ما رو گول میزنه؟ سال 2019 یه تیم از دانشمندای های روی این قضیه کار کردن که مغز ما چطور این حرکت رو کج میبینه اول اومدن یه انیمیشن دیگه درست کردن که کاملا شبیه اولی بود با این تفاوت که اینجا دیگه اون جسم سمت راست واقعا کج حرکت میکرد نه عمودی پس توی هر دوشون وقتی که به نقطه سمت چپ خیره میشیم سمت راستی حرکت کج داره ولی توی یکیشون این کجی واقعیه تو اون یکی توهمه بعدش این دوتا انیمیشن رو به چند نفر نشون دادن و با امارای از فعالیت‌های های مغزیشون عکس برداری کردن تا ببینن این توهم حرکتی دقیقا کجای مغز داره اتفاق می‌افته. یکی از احتمالاتی که وجود داشت این بود که توی منطقه کورتکس بینایی ایجاد میشه یعنی یه ناحیه پشت مغز که وظیفش پردازش اطلاعاتیه که از چشما میاد اما وقتی که این عکس‌ها رو بررسی کردن متوجه شدن که مشکل از این قسمت نیست چون با دیدن هر کدوم از این دوتا انیمیشن فعالیت متفاوتی توی کورتکس بینایی شرکت کننده ثبت شده بود سیستم بینایی داشت کارش رو درست انجام میداد این دوتا انیمیشن رو شبیه هم نمیدید پس چی باعث میشه که ما هر دوشون رو مثل هم درک کنیم یه مقدار که بیشتر بررسی کردن متوجه شدن که دیدن هر دوتای اینا باعث ایجاد یه الگوی مشابهی توی لب جلویی مغز شرکت کننده میشه این قسمت از مغز که بهش لب پیشانی هم گفته میشه بیشتر مخصوص فکر کردن و تصمیم گیری و استدلال و این چیزاست پس در واقع بخش جلویی مغز ما فکر میکنه که این دوتا انیمیشن شبیه هم حرکت میکنن درسته که پردازش اطلاعاتی که از چشما میاد به عهده قسمت پشت سره اما دیدن و درک کردن در واقع یه اتفاق پیچیده است که قسمت های دیگه مغزم توش دخیلن موضوع مهمی که وجود داره اینه که چیزی که ما از طریق بینایی از محیط اطرافمون حس می کنیم تقریبا یک دهم ثانیه تاخیر داره یعنی تا نور وارد چشم من بشه اونجا تبدیل به سیگنال های الکتریکی بشه بعد از طریق اعصاب وارد مغز بشه و پردازش بشه تقریبا یک دهم ثانیه طول میکشه پس هر چیزی که ما الان میبینیم در واقع یک دهم ثانیه قبل اتفاق افتاده شاید این زمان خیلی ناچیز به نظر بیاد ولی همین زمان ناچیز بعضی وقتا ممکنه به قیمت جون ما تموم بشه نمونهش حمله شکارچی های خیلی سریع با این تاخیر ممکنه قبل از اینکه ببینیم چه اتفاقی داره میفته جونمون رو از دست بدیم اینکه هنوز زنده ایم دلیلش اینه که مغز ما یه راه حل خیلی عجیب برای این تاخیر پیدا کرده به این صورت که بر اساس اون اطلاعاتی که بهش داده میشه حدود یک دهم ثانیه جلوتر رو پیش بینی میکنه البته این پیش بینی ها همیشه هم درست نیست برای همین دائما با اطلاعات جدیدی که بهش وارد میشه آپدیتشون میکنه یعنی در واقع مغز ما پیش بینی میکنه که این جسمی که داره به یه سمتی حرکت میکنه یک دهم ثانیه بعد قرار کجا باشه بعد اون جسم رو تو همونجا میبینه این میشه درک ما از واقعیت برای اینکه این اتفاق عجیب رو تست کنیم میشه از یه مفهومی استفاده کرد به نام اثر فلش لگ این مربع قرمز رو ببینید که داره از سمت چپ به سمت راست حرکت میکنه وسط مسیرش یه مربع سبز وجود داره که زمانی که این دوتا از نظر عمودی دقیقا توی یه راستا قرار میگیرن چشمک میزنه اما اگه دقت کنید میبینید زمانی که مربع سبز چشمک میزنه قرمزه یه کوچولو جلوتره برای اینکه ببینیم این انیمیشن هیچ مشکلی نداره سرعتش رو کند میکنم با سرعت پایین میبینید که دقیقا با هم توی یه راستا هستن قضیه اینه که وقتی که ما به این مربع قرمز در حال حرکت نگاه میکنیم مغز ما مسیر حرکتش رو یه کوچولو جلوتر پیش بینی میکنه برای همین زمانی که سبز چشمک میزنه مغز یه مقدار قرمزه رو جلوتر میبینه یعنی ما واقعیت رو نمیبینیم ما اون داستانی رو می‌بینیم که مغز ما برامون ساخته این خطای دید یا این توهم در واقع به نفع ماست چون باعث میشه مشکل تأخیر سیستم بینایی ما تا حدود زیادی حل بشه غیر از این توهماتی که حرکتیان یه نوع دیگه هم وجود داره که بر اساس رنگا کار میکنه مثلا تو این تصویر مربع‌های A و B دقیقا هم رنگن ولی مربع B چون توی یه سایه قرار گرفته و اطرافش هم مربع های تیره تر وجود داره چشم ما روشنتر میبینتش مشکل از سیستم بینایی ما نیست که این دوتا مربع رو متفاوت می‌بینه، این مغزه که اینجوری تفسیرش می‌کنه. نتیجه ای که میتونیم بگیریم اینه که روایت هایی که مغز ما درباره واقعیت به ما میگه حتی وقتی که اشتباه هم هست برای ما کاملا قانع کننده است یعنی حتی وقتی که میدونیم این دوتا مربع کاملا همرنگن بازم متفاوت میبینیمشون یه نمونه دیگهش این انیمیشنه این مربعی که به سمت چپ و راست حرکت میکنه فکر میکنید چه رنگیه میتونیم بگیم وقتی که سمت چپ آبیه ولی هرچی که به سمت راست حرکت میکنه رنگش عوض میشه کم کم قرمز میشه اما واقعیت اینه که ما داریم اشتباه می‌کنیم، رنگ این مربع همیشه بنفشه هیچ وقت آبی یا قرمز نمیشه برای اینکه مطمئن بشیم از یه نرم افزار کالر پیکر استفاده میکنم که روی هر رنگی که کلیک میکنی کد RGB شو بهت میده که یه شماره 6 رقمی منحصر به فرده برای هر رنگ زمانی که این مربع سمت چپ و آبی دیده میشه کد رنگشو رو با این نرم افزار برمیدارم میبینید که بنفش کدش اینه حالا همین کار وقتی که میره سمت چپ و قرمز دیده میشه تکرار میکنم میبینید که اینجا هم رنگش دقیقا همونه کدش هم همونه دلیل این اتفاق اون رنگبندی پشت سرشه که از قرمز به آبی تغییر کرده این باعث میشه که ما توی تشخیص رنگ مربع دچار اشتباه بشیم پس درک ما از رنگا یه چیزی نیست که کاملا قطعی و دقیق باشه الان شاید این سوال پیش بیاد که خب چرا چشمای ما هم مثل همین نرم افزار کالر پیکر عمل نمیکنه که هر رنگی رو دقیقا همونی که هست تشخیص بده دوچار این اشتباه عجیب غریب نشه با یه مثال نشون میدم که اتفاقا اگه چشمایی ما اونطوری بودن دائما تو درک محیط اطرافمون دوچار اشتباه میشدیم تو این عکس چند تا توت فرنگی میبینید که انگار زیر یه نور آبی قرار گرفتن اگه ازتون بپرسم این توت فرنگی چه رنگی سری میگید قرمز نه به خاطر اینکه میدونید توت فرنگی قرمزه به خاطر اینکه دقیقاً دارید قرمز می‌بینیدشون اما جالبه بدونید که اصلاً قرمز نیستن میتونیم با همین نرم افزار تستشون کنیم وقتی که رنگ توت فرنگی ها رو می‌دارم، می‌بینید که اون هایی که چشمایی ما کاملاً قرمز می‌بینه در واقع خاکستریان. اتفاقی که اینجا می‌افته اینه که مغز ما به طور خودکار بدون اینکه ما رو در جریان بذاره اون نور آبی که روی توت فرنگی ها افتاده رو تشخیص میده و فیلترش می‌کنه با حذف رنگ آبی ما رنگ واقعیشون رو میبینیم یعنی قرمز پس اگه چشمای ما خیلی دقیق بودن و مثل این نرم افزار کار میکردن الان ما یه سری توت خاکستری میدیدیم و حسابی گیج میشدیم زیر نور خورشید که زرد رنگه اشیا رو یه جور میدیدیم زیر نور محتابی که سفید رنگه یه جور دیگه میدیدیم دلیل بعضی از خطاهای دید رنگی هم همین فیلتر کردن خودکار مغزه یعنی سرنخهایی که توی رنگ‌های اطراف و نور محیط می‌بینیم، به ما کمک میکنه تا رنگ واقعی یه جسم رو حدس بزنیم البته بعضی وقتا این حدسیات اشتباه در میاد بعضی وقتا هم حدسیات ما با بقیه آدما فرق می‌کنه. این لباس معروف و دیگه فکر میکنم همه دیدن تقریبا از سال 2015 این عکس تو اینترنت پخش شد و باعث اختلاف نظرهایی در مورد رنگ این لباس شد قضیه اینه که بعضی این لباس رو آبی و سیاه میبینن ولی بعضی دیگه سفید و طلایی این بحث انقدر بالا گرفت که چندتا از دانشمندا هم شروع به تحقیق رو این موضوع کردن که چی میشه که دو تا آدم یه لباس رو به دو رنگ مختلف می‌بینن سال 2017 یه عصبشناس از دانشگاه نیویورک به نام پاسکال والیش یه مقاله منتشر کرد و ادعا کرد که دلیل احتمالی این اختلاف رو پیدا کرده ایدهش این بود که مغز آدما حدسیات متفاوتی داره درباره نوری که روی این لباس تابیده بعضی حس می‌کنن زیر نور خورشید یا روشنایی روز قرار گرفته ولی بعضی حس می‌کنن زیر نور لامپه. بر اساس همین اختلاف مغزشون به صورت ناخودآگاه رنگ اون نور رو فیلتر می‌کنه. مثل همون قضیه‌ای که در مورد تودفرنگی‌ها و رنگ آبی دیدیم. والیش یه نظرسنجی آنلاین روی ۱۳ هزار نفر انجام داد تا ببینه هر کدوم از این دوتا گروه چه ویژگیهایی دارن که ممکنه با اون رنگی که از لباس می‌بینن ارتباط داشته باشه. نتیجه‌ای که گرفت این بود که آدم‌های شب‌بیدار که شب‌ها دیرتر میخوابیدن و صبح هم دیرتر بیدار می‌شدن بیشترشون لباس و آبی و سیاه میدیدن اما سرخیزا که شب‌ها زودتر میخوابیدن و صبح هم زودتر بیدار می‌شدن، بیشترشون طلایی و سفید میدیدن بعدش اینطور نتیجه گیری کرد که افراد سهرخیز چون زمان بیشتری رو توی روشنهای روز می‌گذرونن، وقتی که این لباس رو میبینن مغزشون بیشتر تمایل داره فکر کنه که زیر نور آفتابه چون این نور نسبت به خیلی از نورهای مصنوعی مقدار بیشتری رنگ آبی داخل خودش داره باعث میشه که مغز این افراد به صورت خودکار این نور آبی رو فیلتر کنه و باعث بشه که لباس رو به رنگ سفید و طلایی ببینن اما افراد شب بیدار به خاطر اون سبک زندگی که دارن وقتی که این لباس رو میبینن مغزشون بیشتر تمایل داره فکر کنه که زیر نور مصنوعیه برای همین وقتی که مغزشون این نور رو فیلتر میکنه لباس رو به رنگ آبی و سیاه میبینن این نظر پاسکال والیش بود اما خب خیلی معتقدن که همین یه دونه عامل نمیتونه دلیل این اختلاف رو دقیق مشخص کنه احتمالا عوامل دیگه ای هم دخالت دارن به حال قضیه رنگ این لباس هنوزم که هنوزه به صورت کامل حل نشده مسئله اینه که وقتی که مغز ما با یه چیز مبهم روبرو میشه سعی میکنه اون نقاط خالی رو با چیزایی که بیشتر باهاش آشناس پر کنه اما یه نوع دیگه ای از این توهمات بینایی که خیلی عجیب و مرموزه تصاویری که کاملا ثابتن ولی وقتی که بهشون نگاه میکنیم انگار دارن حرکت میکنن این اتفاق به نام ایلوزری موشن یا موشن ایلوژن شناخته میشه توهم حرکت این تصاویر تقریبا از دهه 1960 با اسم آپارت یا اپتیکال آرت رایج شدن هنر نوری هنر دیداری آدمایی که تو این زمینه فعالیت میکردن بیشتر سعی میکردن عکسهایی درست کنن که وقتی که بهشون نگاه میکنی حس کنی اجزای تصویر دارن حرکت میکنن در حالی که عکس اصلا نمیتونه حرکت داشته باشه از همون زمان تا همین الان ذهن دانشمندا درگیر این مسئله بوده که دقیقا چی باعث این اتفاق میشه؟ حدسیات زیادی هم در موردش هست که نمیشه همه رو توی یه ویدیو گفت اما چیزی که هست اینه که هنوز این مسئله 100 صد درصد حل نشده احتمالا به خاطر اینه که دانش ما از طرز کار مغز خودمون هنوز خیلی خیلی کمه یکی از افرادی که خیلی روی این قضیه کار کرده یه روانشناس ژاپنی به نام آکیوشی کیتاوکا که یه تعداد زیادی از این تصاویر متحرک درست کرده معروفترین اثرش میشه گفت این تصویر به نام مارهای چرخان با نگاه کردن به این اثر حس میکنیم بعضی از این دایره‌ها تو یه جهت میچرخند بعضی تو جهت مخالف یکی از توضیحاتی که برای این اتفاق وجود داره اینه که تضاد بین رنگا باعث این توهم میشه یعنی احتمالا رنگ سفید یا کلا رنگای روشنتر گیرنده های شبکیه چشم ما رو بیشتر تحریک میکنن نسبت به رنگای سیاه یا کلا رنگای تیره تر برای همین استفاده از رنگایی با تضاد بالا کنار همدیگه باعث میشه که وقتی چشم ما روی این الگوها این طرف و اون طرف میره مغز ما یه حرکت خیالی ببینه در مورد این تصویر و خیلی از تصاویر دیگه الگویی که باعث این اتفاق میشه معمولا اینجوریه سفید، خاکستری روشن، سیاه، خاکستری تیره الگوی کلیش تقریباً یه همچین چیزیه اما به جای اینا ممکنه از رنگای دیگه استفاده شده باشه مثلا توی این تصویر به جای خاکستری روشن از زرد استفاده شده یا به جای خاکستری تیره از آبی استفاده شده برای همین وقتی که سیاه و سفیدش کنیم بازم میشه حرکت رو توش دید چون چیزی که مهمه اون رنگا نیستن اختلاف بین رنگاست پس احتمالا میشه گفت دو تا عامل اصلی که باعث این توهم حرکت میشه یکیش چیدن رنگای متضاد با یه ترتیب مشخصی کنار همدیگه است یکیش هم حرکت چشمای ما روی بخش‌های مختلف این تصویره به خاطر همینه که وقتی که فقط روی یه نقطه از تصویر خیره میشیم دیگه هیچ حرکتی دیده نمیشه آخرین گروه از این خطاهای دید که بررسی میکنیم تصاویریان که هیچ حرکت واقعی یا خیالی ندارن، ولی ویژگیهایی دارن که باعث میشه ما در موردشون اشتباه کنیم به این گروه میگن توهمای هندسی اپتیکال مثلا این دوتا خط دقیقا هماندازهان اما وقتی که اجزای دیگه‌ای بهشون اضافه میکنیم مغز ما توی تشخیص اندازشون دچار اشتباه میشه. یکی از معروفاش توهم هرینگ هست که از دو تا خط موازی تشکیل شده. وقتی که یه طرحی از خطوط متقاطع زیر این خطوط موازی قرار میدیم، یهو به نظر میاد که خم شدن در صورتی که همچنان موازیان. برای این توهم هم دلایل مختلفی گفته شده که یکیشون اینه که این خطوطی که تو مرکز به هم میرسن به صورت ناخودآگاه توی ذهن ما یه تصوری از پرسپکتیو ایجاد میکنن یعنی مثل دنیای واقعی که خطوط توی عمق به هم میرسن اینجا هم مغز ما حس میکنه که مرکز تصویر عمق داره برای همین این دو تا خط موازی رو نزدیک مرکز خمیده میبینه مثل حالتی که شما جلوی چارچوب در وایسادید و چشماتون به وسط دو طرف در که با هم موازیان نزدیکتره برای همین وسط و بازتر می‌بینید، بالا پایین رو جمعتر میبینید این توهمات تصویری انقدر انواع مختلفی دارن که اگه بخوایم درباره همشون صحبت کنیم چند تا ویدیو لازم داره من فکر می‌کنم مطالعه روی این تصاویر عجیب اهمیت زیادی داره چون که باعث میشه که بیشتر با محدودیت‌های خودمون آشنا بشیم به نظرم اگه بخوایم درباره یه موضوع خاصی بحث کنیم منطقی نیست که بگیم من اینطوری فکر می‌کنم پس حتما درسته چون با هم دیدیم که تو یه نمونهش که بینایی ما بود چقدر احتمال خطا وجود داره چقدر احتمال داره که چیزی که من میبینم با چیزی که شما میبینید فرق داشته باشه یا حتی بدتر از اون چیزی که هممون میبینیم فقط یه توهم غیر واقعی باشه که مغزمون برامون ساخته پس اگه بخوایم دقیق فکر کنیم و تصمیم گیری کنیم نیاز به یه ابزاری مثل همون کالر پیکر داریم که کود رنگا رو بهمون به نشون میداد این همون آزمایش و ابزارای دقیق علمیه شما هم لطفا نظر خودتون رو تو کامنت ها برام بنویسید تا ویدیوی بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرسید